سلام بچه ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به ویدیوی دیگه. بچه ها امروز قرار که با هم دیگه بریم تمام باکس هایی که داخل مود مرد عنکبوتی پنهان شدن، تقریبا تمام لوکیشن هایی که باکس وجود داره داخل مپ ارنگل رو بهتون نشون بدم. اگه میخواید مود مرد عنکبوتی رو باز کنید و مثل مرد عنکبوتی تار بزنید و از دیوار رو برید بالا، به همچین وسیله نیاز دارید که تار بزنید. حالا دقیقاً داخل یه سری باکس هایی که مخفی شدن روی مپ ارنگل یه همچین دستگاهی وجود داره که میتونید مرد عنکبوتی بشید و هر کاری که بخواید بکنید. بدون معطلی بزنید بریم سراغ ادامه ویدیو. خب بچه ها، اولین مکانی که میخوام بهتون نشون بدم مربوط به کلیسای منطقه یاسنایاست. بچه ها نزدیک ورودی کلیسا بالا رو نگاه کنید، یه جعبه‌ای وجود داره که تار انداخته شده و تنها کاری که انجام میدید اینه که گانتون رو برمیدارید و به تار شلیک میکنید تا جعبه آزاد بشه. میفته پایین و میبینید که یه سری لوت وجود داره و در آخر هم که دستگاه شلیک تار. مهمترینش همینه، اینو بردارید و بعدش بریم سراغ جعبه بعد. بعد از اینکه اینو گرفتین یکم که جلوتر بیاید میبینید که بازم از این جعبه روی دیواره، یعنی داخل کلیسای منطقه یاسنایا دو تا جعبه عنکبوتی وجود داره که میتونه دو نفر رو تبدیل به مرد عنکبوتی کنه. اینم اگه به جعبه تیر بزنید خب چیزی نمیشه، ولی اگه یه تیر بزنید به تارش تارا پاره میشه و جعبه میفته پایین، میتونید برید لوت کنید. بریم سراغ مکان بعدی. بچه ها مکان بعدی که میخوام نشون بدم مربوط به منطقه مدرسه و داخل مدرسه است. داخل مدرسه کلی جعبه عنکبوتی وجود داره که اولی رو بهتون نشون میدم. جعبه اولی پنهان شده زیر پلاس، دقیقاً این قسمتی که میرید طبقه دوم. حالا مثل همیشه تفنگتون رو میگیرید و به تار شلیک میکنید تا جعبه بیفته. اولین جعبه زیر پله مدرسه بود. جعبه دومم طبقه دوم قسمت سمت چپی اسکول میشه. اگه تار داشتید میتونید از پنجره بیاید و دقیقاً رو به روی این جعبه واسید و شلیک کنید و جعبه رو لوت کنید. بریم سراغ جعبه سوم داخل اسکول. جعبه سومی که وجود داره ساختمون بغلی اسکول. اگه بیاید بالا طبقه دوم دست چپ بیاید داخل استخر، میبینید اون بالا یه جعبه وجود داره. اینم مثل همیشه تفنگتون رو برمیدارید و به تار شلیک میکنید تا جعبه بیفته. و بعضی از جعبه‌هاش هست که اسکین مرد عنکبوتی رو داره، اینم میتونید بگیرید و داخل بازی ازش استفاده کنید. بریم سراغ مکان بعدی. بچه‌ها مکان بعدی که خیلی جعبه داخلش وجود داره شهر آبیه. داخل این منطقه یه ساختمون دو تراسی وجود داره که اگه بیاید بالا طبقه دوم میبینید که یه جعبه روی دیواره که اینم با شلیک کردن آزادش میکنید و بعدش هم لوت کنید. جعبه مخفی بعدی داخل ساختمون آبی رنگ منطقه شهر آبی. اگه تار داشتین از اینجا تار بزنید و بعدش بیاید طبقه دوم. طبقه دوم که اومدید دست چپ برید و میبینید که یه جعبه اینجا وجود داره که اگه از پله اگه بیاید بالا و دست چپ بیاید دیگه از اینجا قشنگ معلومه و هر کسی دیگه میبینه اینو. بچه ها جعبه بعدی بالای منطقه شهر آبیه. اگه تار داشتین خیلی راحت میتونید تار بزنید و مستقیم بیاید بالای برج. و حالا یکم که برید جلوتر جعبه رو میبینید چسبیده به این برج، اینم میتونید با تیر زدن آزادش کنید. و در کل 3 تا جعبه داخل شهر آبی وجود داره که تقریبا یه اسکواد و مرد عنکبوتی میکنه. بچه ها مکان بعدی که میخوام بهتون نشون بدم منطقه شیلتره. اول از هر چیزی باید دقیقا از این ورودی که من اومدم پایین شما بیاید پایین و یکم که بدوید و بیاید جلو، میبینید که این قسمت یه جعبه وجود داره که اینم از جعبه مرد عنکبوتیه. داخل شیلتر به جز این جعبه یه جعبه دیگه وجود داره که اگه همین سالون رو مستقیم برید دست راست یه جعبه دیگه هم میبینید. بزنید بریم سراغ مکان بعدی. جعبه مخفی بعدی که میخوام بهتون نشون بدم داخل منطقه مانسیونه. داخل منطقه مانسیون یه همچین ساختمون زرد رنگ وجود داره که اگه بیاید طبقه دوم دو تا اتاق وجود داره. دست راست با این کاری نداریم، ولی دست چپ وقتی برید داخل جعبه رو گوشه دیوار میبینید و میتونید که شلیک کنید و لوتش کنید. اونطور هم که معلومه این تنها جعبه داخل منطقه مانسیونه، پس به درد سولو پلیر میخوره که بیاد اینجا. جعبه مخفی بعدی داخل منطقه پریسونه. بچه‌ها اگه بدونید توی منطقه پریسون یه همچین ساختمون خیلی بلندی وجود داره که اگه شما طبقه سوم این راه رو مستقیم برید اتاق یکی مونده به آخر دست چپ که وارد شید جعبه اول داخل منطقه پریسون رو میبینید. حالا جعبه دوم منطقه پریسون هم طبقه دوم راه رو مستقیم برید اتاق آخری دست راست رو ناکنید، میبینید که یه جعبه دیگه هم وجود داره که داخل منطقه پریسون در کل میتونید دو تا جعبه پیدا کنید و دو نفر مرد عنکبوتی بشه.
جبه مخفی بعدی زیر پل سمت منطقه میلیتری بیس. اگه یه شادگانی چیزی هم حتی بردارین و بیاید زیر پل، با خیال راحت میتونید با تفنگتون این جبه رو بزنید و بعد از اینکه این جبه رو لوت کردین مستقیم برید بالای پل و بعدش هم دیگه کمپری و نوبازاری و اینجور چیزا میاد و بازی رو براتون جذاب میکنه. جبه بعدی داخل منطقه فریپیره. اگه بیاید داخل این ساختمون یه طبقه، دست چپ اسکوات هفت که بیاید وارد خونه بشین، دست چپ اون جبه رو میبینید و میتونید شلیک کنید و لوتش کنید. بریم سراغ مکان بعدی. جبه بعدی داخل منطقه گاتکاست. داخل منطقه گاتکا دو تا زیرزمین وجود داره که همیشه جاهای حساس این ماشین میره داخل این تونلا. حالا بگذاریم. تونل دست راستی اگه بیاید پایین و برید داخلش، جبه رو میبینید داخل تونل منطقه گاتکا. واقعا چه جایی گذاشته این جبه رو پابجی. بچه ها جبه بعدی که میخوام بهتون نشون بدم داخل منطقه میلیتری بیسه. داخل منطقه میلیتری بیس 4 جبه وجود داره که من 3 بهتون میگم. جبه اول داخل این ساختمون وجود داره، وقتی برید داخل 3 ورودی رو رد کنید، ورودی بعدی دست چپ رو ناکنید، جبه اولی رو میبینید و میتونید شلیک کنید و لوتش کنید. جبه بعدی که وجود داره داخل میلیتری بیس طبقه دوم این ساختمون سمت جاده که بیاید، طبقه دومش اتاق وسطی که بیاید، این جبه رو میبینید و میتونید تش کنید. جبه سوم هم داخل برج منطقه میلیتری بیس، اگه تار نداشتین و نمیتونید مستقیم برید طبقه آخر، میتونید از پلهای دست چپ این برج بیاید بالا. بعد از اینکه اومدین بالا، پله یکی مونده به آخری رو که ناکنید، یه جبه وجود داره که اینم میتونید لوت کنید و این جبه داخلش لباس مرد عنکبوتیه، لباس خوشگل مرد عنکبوتی. خب بچه ها مکان بعدی که میخوام نشون بدم که کلی جبه وجود داره داخلش قطعا منطقه پوچینکیه. اولین جبه داخل این ساختمون دو تراسه وجود داره دقیقا وسط منطقه پوچینکی، وقتی وارد بشین دقیقا میبینید دیگه، خیلی راحت دیده میشه. جبه دوم داخل این ساختمون دو تراسه سمت پایین پوچینکی که بیاید، از بالکن که تار بزنید طبقه دومش دقیقا این گوشه، این جبه رو میبینید و میتونید لوتش کنید. بریم سراغ جبه سوم. جبه سوم داخل تونل پشت پارکینگ منطقه پوچینکیه، وقتی بیاید زیر تونل میبینید که یه جبه وجود داره چسبیده و اینم میتونید شلیک کنید. و جبه آخر مربوط میشه به ساختمون اسکوات هاوس، خیلی معروفه این، مخصوصا برای کسایی که میخوان کمپری کنن و مثل ربات شلیک میکنن. خلاصه اگه طبقه دوم بیاید جبه رو بغل پلا میبینید و اینم میتونید شلیک کنید. و در نهایت 4 جبه داخل پوچینکی وجود داره، برای اسکوات راحت کافی. خب بچه ها اینم بود از ویدیو امروز. تقریبا تمام منطقه‌هایی که جبه داخلش بود و بهتون نشون دادم. مهمترین منطقه ها میلیتری بیس بود، پوچینکی بود، اسکول بود و شهر آبی بود که هر کدومش 3 یا 4 جبه داشت. اگه دوست داشتین که جبه های مخفی مپ لیویک هم بهتون نشون بدم توی پارت بعدی، حتما تو قسمه کامنت ها واسم بنویسید. خیلی خیلی دوستتون دارم. لایک ویدیو و سابسکرایب کردن چنل رو هم فراموش نکنید. تا ویدیو بعدی، فعلا بدرود.